با درودی دیگر به عزیزان علاقمندان فیلم‌های خوب سینمایی. یک مبحثی هست که در واقع میگن نوع فیلم، ژانر فیلم، که این حالا علمیه یا قراردادیه و در واقع جزء فرهنگ سینماست، ولی تماشاچی ها هم بر اساس برخی فیلم های موفق برای خودشون یک ژانری قائل شدن که این بعضی وقتا هم میاد وارد در واقع اون فرهنگ هم میشه. مثلا فیلم جیمز باندی ما شده یک ژانر، میگم این فیلم جیمز باندیه، و حالا که اصلا این ژانر نیست، یک نوع نیست. فیلم جاسوسی میتونه باشه، حادثه‌ای میتونه باشه، در کنار پرماجرا اینا، و منتها اینو قائل شده، این انقدر قوی بوده و موفق. میگن فیلم لولیتایی، قصه مثل فیلم لولیتاست، ولی ما همچین ژانری تو سینما نداریم. ما باز همون عاشقانه داریم، رومانس، و حالا در مورد فیلم امروز این میشه خانوادگی، رومانس، عاشقانه. حالا به این نوع فیلم لاو استوری هم میگن اینم لاو استوریه یا همین لولیتاییه. فیلمی است همینطور که میبینید با عنوان پاییز در نیویورک، با شرکت ریچارد گیر و نینونا رایدر، یک آقای میانسال نسبتا متمول رستوران دار با یه دختر جوان آشنا میشه و این عاشق هم میشه و ماجراهایی که بعدها اتفاق میفته. من یه اشاره کنم به یک نکته و فیلمو میبینیم. مسئله فروش فیلم هاست. یک فیلم میگیم شاهکار گیش است، یک فیلم میگیم موفقه، یک فیلم میگیم شکست خورده است. فروش فیلم صرفا ملاک نیست، باید ببینید که چه زمانی بوده. مثلا حالا دکتر ژیواگو برباد رفته، چه زمانی بوده، قیمت بلیط چقدر بود، تورم، و نکته دیگر این که چقدر هزینه شده برای این فیلم. اتفاقا این فیلم فروشش معادل فیلم لاو استوری بود، هر دو 100 میلیون دلار فروش کردن. این فیلم 65 میلیون دلار هزینش بود، لاو استوری 2 میلیون دلار. ببینید چقدر تفاوته تا اون زمان. و ما میگیم که آره اون به قول معروف ترکوند در حالا این باکس آفیسشه، فروش آمریکا شمالیه، بعدها در جهان فروش کرده، بعدها رو ویدیو اومده. اینا این است که این فیلم 100 میلیون فروخته، فروشش بد نبوده، ولی به خاطر اینکه 65 میلیون دلار هزینه کرده. حالا اکتیتار عزیزانی که بخوان بیان تو کار سینما یا تهیه کنندگی باید به این نکته توجه کنن. بعد از تازه این هزینه ها، هزینه تبلیغات هست که هزینه خیلی سنگینیه و خواب پول و غیره. من از شما دعوت میکنم که فیلم رو ببینید. در پایان ما چند دقیقه خدمت شما هستم. متشکرم. دوستان عزیز، همینطور که دیدید این یک فیلم رومانس بود، عاشقانه بود. حالا اصطلاحا به این فیلم ها میگن فیلم لاو استوری، بر اساس همون قصه عشق، فیلم بسیار موفق لاو استوری. قصهش هم تقریبا یک بود. من اول نخواستم لو بدم قصه رو، ببخشید. همون بود، حالا اینجا یک مرد میانسال و دختر جوان، اونجا دو تا جوانن دانشجو که عاشق هم میشن و بعد معلوم میشه که دختر به یک بیماری لاعلاج مبتلا میشه. و حالا نکته اینجاست که ما حالا چگونه با یک همچین بیمارانی مواجه بشیم و باشون رفتار کنیم؟ آیا ترحم کنیم؟ آیا عادی بگیریم و باشون صحبت کنیم؟ که به هر حال کوپن اینه دیگه، زندگی همینه دیگه، هر کسی یک کوپنی داره، منتها این مدتی که داره از اون مدت حد اکثر استفاده رو باید بکنه. و اینه که میگم قدر لحظه لحظه، هر ثانیه زندگی باید بدونیم.
اون مدتی که میگن یک سال دیگه مثلا شما زندگی، من تجربه شو داشتم، برادر خودم که در آمریکا پزشک بود سرطان مبتلا شد و من مدتی رفتم ازش مراقبت میکردیم، در هر صورت اینطوره. و اینجا ما میبینیم که اتفاقا برمیخوره به کریسمس، قرار بوده با هم کریسمس رو با هم جشن میگیرن. یه مقداری هم این فیلم ها نکات روانشناسانه داره، از دید روانشناختی وقتی که خانواده هایی با این همچین چیزی مواجه میشن باید برن پیش روانپزشک، هم خودشون هم اون شخص، و با این ساده تر بگیرن. چون اگر قرار بشه این یک سال وقت داشته باشه و تمام این یک سال علاوه بر تعلمات جسمی، دردهای جسمی، روحن هم نابود بشه، از همون یک سالش نمیتونه استفاده کنه. ولی حداقل از اون یک سال حد فیلم های زیادی بوده، مثل اون بادبادک، بازگشت طولانی که در این خصوص، ولی این یکی از فیلم های خوبه در این زمینه. ضمناً من باید همیشه هم گفتم بعضی جاهای فیلم که انگلیسی میشه به این خاطر که ما فیلمو کامل پخش میکنیم، بعضی عصبانی میشه، یکی زنگ زد میگه چرا اون جایی که مثلا ماچوبوسو داره شما دوبله نکردیم، ما دوبله نمیکنیم، دوبله میشه اینجاش سانسور میشه، ولی ما براتون کامل پخش میکنیم حتی الامکان در حد پالیسی این کشور کانادا. بسیار خوب، من یه نکته به شما میگم، این کتی که پوشیدم، خب کت شیکیه، این هدیه دوست عزیز و همکار، حالا دیگه میشه قدیمی دیگه، عدد چندین سال با هم داریم کار میکنیم، مهندس فرزاد غفوری، دستش درد نکنه، که ما رفتیم از فروشگاه سیزر بیانی، من خیلی میگم سیزر بیانیه، سیزر بیانی گرفتیم بالای چهارراه میجرمگ رو برو اون LCBO، و خواستم اینا یه ذکر اینجا کرده باشم. بله، خیلی متشکرم از شما و مدیران شبکه و مجله. شب روزتون خوش، خدا نگهدار.